لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، بهر سرافرازی به بند بند شجاعت بر سرت، بهر سرافرازی به بند بند شجاعت بر سرت، بهر ملاقات خدا بن ما معطر پیکرت، بهر بربند کول پشتی رزمنده همسنگرد، بن ما سلاحت امتحان آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، سرنیزه ها فانسخه ها بندید محکم بر کمر، سرنیزه ها فانسخه ها بندید محکم بر کمر، بندید بند کفش ها با سرعت شیران نر، بهر وداع آخرین بوسید روی یک دگر. انشاءالله به کربلا مویید با همسنگران آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش. شب دوشنبه 22 دی ماه، اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود. شب‌هایی که ملائکه خدا نازل می‌گردند و ارواح مجاهدان راه خدا را از معارجی که با نور فرش شده است به معراج می‌برند. شاید آن شب شب قدر رضا نیز باشد، همان شبی که شهادت او تقدیر می‌گردد. خدا می‌داند. آن شب قرار بود که ما همراه بچه‌های جهاد در عملیات شرکت کنیم، اما این کار انجام نشد و رضا با همه اشتیاقی که داشت صبورانه همه چیز را پذیرفت. آن شب او نشان داد که بسی بیشتر از آنچه از او می‌دانستیم اهل توکل و شجاع است. شما بچه سه نبودن؟ بچه ها بودن. چرا؟ سلام علیکم حالشون بودن. بچه جهاد هستیم؟ بله بچه جهاد هست. دیشب تو خط بودین ها؟ بله تو خط. چی کار میکردی تو خط؟ هیچی، خاکریز بودن به حساب کنار جاده بود، جاده ماله خاکریز میزدیم اینا. چطور بود وضعیت کار بچه جهاد؟ خوب بود الحمدلله، به یاری رزمنده پیش رفتیم اینا، خیلی هم خوب بود. رزمنده ها با تو بودن؟ بله بودن. بله جلوتر از رزمنده ها چطور بود؟ خیلی خوب بود واقعا، چیزای دیده میشد اونجا، مال جده عراقی تانگ و ماشین و خیلی چیزا، جنازه عراقی اینقدر ریخته بود که خدا میدونه. بله موفق شدید کاراتون؟ بله انشالله. بله موفق شدید، خارجیز رو تمامش کردیم. بله خیلی ممنون. آقا صفا اینجا چند تا از بچه ها نشستن که دیشه آمدن. سلام علیکم آقا. بگی چه خبر بوده؟ بچه ها دیشه چی کرده؟ حالا به نظر صبر کنه چشم، بذار کارا تمام شه انشالله. آقا شید کجا رفتیم بچه باختران؟ حالا میان دیگه رو بیرسی که به سالیه من کنه برن. شما هم بودین دیشب تو خر؟ نه. حالا شما خوب رفتیم؟ از برنامه های دیشب ایتی برای اون یه تعریف کنین کارتون چطوری بوده؟ جاده بود، جاده آسفالته، میخواستن خاکریز بزنن، برای راننده همت کردن زرن و با جانفشانی خیلی زیادی زیر تیر مستقیم دشمن بود، دشمن با آرپیجی و گلولو اینا خیلی میزد و الحمدلله تموم شد و کار تموم شد. الان دوشنبه 22 دی ماه،
صبح زود در کنار دژ اول. شب گنجینه ی رازهای نامکشوف خلقت و بطنیست که روز را در خود می پرورد. اکنون تاریخ بعد از آن شب طولانی و سیاه کفر به طلوع فجری دیگر رسیده است و از این پس هر روزی که می گذرد با نزدیک شدن به صبح دولت حق جهان روشن و روشن در می گردد. اینجا منبع و منشأ آن نور عظیمی است که در وسعت جهان جلوه کرده است و البته ناگفته پیداست که جبهه ها نیز نور خود را مدیون شمس ولایت است، ولایت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند. تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لائق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیز با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بی خبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است. اما ای من، تو که نخفتی، چشم باز کن و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین. مأموریت دسته یک از گردان مشخص شده است. زدن خاک ریز در یک محور تازه نزدیکی های پاسگاه شلمچه. قرار است که ما نیز به همراه آنان برویم. روبرو اطراف پاسگاه شلمچه. خیلی الان چی کار کنین؟ کارتون چیه؟ کارمون زدن خاکریز برای رزمندگان. خاکریز میزنیم؟ بله. انشالله فکر باید تا کی تموم میشه؟ باید بستگی به لطف و عنایت پروردگار عالی داره. بله. انشالله هرچه سریعتر. الان رزمندگان بچه ها بلودر بلودراشون آماده هم؟ بله آماده حرکت هستن که انشالله حرکت کنیم هرچه سریعتر به طرف پاسگاه میریم و اونجا با هماهنگی با برادران سپاه خاکریز رو شروع میکنیم. با اول و اول الهی انشالله. هیچ راهی برای آن که از آینده با خبر شویم و بدانیم که چه در انتظار ماست وجود ندارد. پس ای نفس، بر خدا توکل کن و صبر داشته باش. همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است. خواستم کربلا امید خدا خبر سلامتی فقط عمل کردن گلو منتظر ها عمل کردیم عمل کردیم بله چه جوری بود سلام علیکم خیلی جالب بود عراقم که در الان چقدر ناخوش میگه چقدر این منطقه جلوش خالی شده از عراقی ها عراق حدود 2 کیلومتر 2 کیلومترش خالی شده بله بچا تجمع نکنید خدا خیرت اومده خدا حافظش خدا جنگ جنگ دابیر بزن خسته نباشید خدا آمد خیرتون چه وقت با بچه هستین آجا؟ حدود یه ماه قبل بود و تازگی هم اومدیم که رفتیم خط با هم بودیم با بچه خدا خیرتون بده مرحمتون شب عملیات با بچه ها بودین؟ من چه خبر بود؟ خبر خوش یه ماه از خبرهای خوش برامون بگید الحمدلله بچه ها ما که رفته بودن اون جلو تا آخرین لحظات مقاومت کرده بودن الحمدلله بچه های دیگه هم که رفتن اونجا خط و پاکسازی کردن و به لطف خدا انشالله میریم تا راه کربلا باز بشه انشالله آج آقا جان کجا؟ کدوم حوزه درس خودت؟ حوزه علمی قم هستی؟ چی شد تشریف بودیم با بچه ها رزمنده داریم یعنی؟ دیگه حرف امام بود از اونجایی که خود امام حسین
فرمود انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. ما هم انشاءالله ادامه دهنده راه حسینیم و میخوایم انشاءالله تا همون اهداف آقا ابو عبدالله پیاده بشه بجنگیم، معید بشیم. بچه‌ها چجوری روحیه‌شون؟ الحمدلله. او با اینکه بعضی از برادران یه مقدار کمی مجروح می‌شدن، بچه‌ها اونا رو بغل می‌کردن، با همون حال اسلحه به دوش می‌جنگیدن. بله. شما برای دوستان طلبتون صحبتی نداریم بفرمایید؟ الحمدلله اونا خودشون آگاهن. همین تو همین محور که ما هستیم بچه‌های طلبه زیادن. بله. اما خب از اونجایی که خودشون آشنان، اما خب از این طلبه کوچیک هم یه چیز خوبی بشنه، من شاید مفید باشه برای حفظ اسلام. اگر ما درس بخونیم به هر حال میتونیم به یه مقامی برسیم، فقیه بشیم، مجتهد بشیم، اما اگر ناموس ما، مملکت ما اگر در خطر باشه، هیچ موقع دشمن ما رو واگذارمون نمی کنه که بریم درسمون رو بخونیم. الحمدلله هم بایستی درس خون، هم با جبهه رو نگه داشت. موقعی که به هر فرموده امام احتیاج باشه بایستی بیایم جبهه رو پر کنیم. وقتی دیدیم فرماندهان دیگه گفتن که آه دیگه احتیاج نداریم، اون موقع دیگه بایستی رفت هم درس خوند و هم جبهه رو یاری کرد. خدا عاقبتتون خیر کنه. باقر یک، باقر یک، باقر یک محمد، باقر یک، باقر یک، باقر یک محمد. تا نوروز نژاد، دانشجوی سال سوم کشاورزی دانشگاه باختران، بی سیمچی ترکشی که آن روز بر تن او نشست و جای زخمی که بر پیکرش باقی مانده سند افتخار او در پیشگاه رسول الله است. او بعد از یک دوره مداوای کوتاه در بیمارستان شریعتی اکنون در یکی از روستاهای اسلام آباد زندگی می کند. کجات خوب؟ یا وقت بشم همون جا بشم چین یا وقت بچنه کجا؟ لباس چی در بیم؟ لباس چی در بیم؟ در بیم؟ اینجاست که باید ما را شناخت و رمز پیروزی ما را دریافت. وقتی زخم ترکش بر تن او نشست گفت یا مهدی یا مهدی، و بعد چیزی نگذشت که بر درد غلبه کرد. با کمال آرامش به دوربین نگاه کرد و خندید، خنده‌ای که بیش از هر چیز پشت دشمن را می شکند. امیدواریم برادر نوروز نژاد اکنون در آن روستای دور اسلام آباد و یا شاید در جبهه های نبرد هر جا که هست پای تلویزیون باشد و در این تصویرها با همان سادگی و تواضع همیشگی خاطرات خیش را تماشا کند. صبح روز سه‌شنبه 23 دی ماه، امروز روز میقات است و رضا با آفریدگار متعال وعده دیدار دارد. یکی از هواپیماهای خودمان که از بمباران خطوط دشمن باز می‌گشت از بالای سرمان گذشت و پشت سر آن یکی از هلیکوپترهای هوانیروز. چیزی نگذشت که هواپیماهای دشمن نیز سر رسیدند. رعبی که خداوند در دلشان می‌اندازد فرصت عمل را از آنان باز می‌گیرد. هواپیمای دشمن با دست پاچگی بمب‌هایش را نزدیک ما در بیابان ریخت و فرار کرد. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
خونه‌شش. خودمون جان آره جو عوض کردی جاگزین آوردیم دیشب عملیات شکستیم الان به استرا خاطر شکستیم الانم برگشت خط طویل دادیم به نیروش دشمن شکست دیگه الحمدلله پاتک دشمن بود الان سه تا دشمن مقرر کردیم بچا برگشت در راه جزیره بواریان به یک ستون از رزمندگان برخوردیم. آنها از کنار جاده‌ای که با دو جدار خاکریز حفاظت می‌شد به ستون یک عبور می‌کردند. یکی از رزمندگان اسلام می‌گفت: داغانشان کردیم. و صدای دلنشین رضا را از پشت سرم شنیدم که فریاد زد برای خوشنودی امام زمان صلوات. و عطر خوش صلوات در بوستانهای بهشت پیچید. فرمانده گردان که یک معلم لاهیجانی بود می گفت: یک سپاه دشمن در محاصره ماست و آنها همه سعیشان را گذاشتند تا محاصره را بشکنند و نمی توانند. می گفت: باید قدرت اسلام را در این هنگام ها دید. و چه خوب میگفت. به یاد می آورم که صحبت‌های دلنشین او چه خوب بر دل مشتاق رضا نشسته بود و تو گویی رضا وجود خود را در حرف‌های او می‌یافت. از آنجا دیگر تا وعدگاه ملاقات نخلستان‌های حاشیه غربی جزیره بواریان راهی نبود. یا مهدی این الان قسمتی که شما بودیم وضعیت دشمن به چه صورت بود؟ وضعیت دشمن اونجوری که ملاحظه میفرمایید نیروهای اسلام اون اهدافی رو که قرار بود از پیش بگیرن گرفتن، جزیره بواریان هستش، ما گرفتیم منطقه رو و دشمن الان در یک سپاه دشمن شاید در محاصره ما باشه. یه چیزی واقعا به شکل یک معجزه به ما دشمن سعی میکنه تمام قدرتش گذاشته که محاصره ما رو بشکنه و ما هم تمام سعیمون اینه که محاصره رو حفظ بکنیم تا نابودی دشمن. دیروز یه سری از اسرا رو که گرفته بودن میگفتن نه ما دو روز به ما غذای چیزی ندادن، میگفتن که بزنین محاصره رو بشکنید تا برید غذا گیر بیارید. خوشبختانه ما مقاومت میکنیم و شما هم مقاومت کردن، با قدرت هم مقاومت کردن، شهید میدادن باز مقاومت میکردن، زخمی میدادن باز مقاومت میکردن، به شعار لا اله الا الله الله اکبر رو به لب داشتن. خلاصه قدرت اسلام رو باید اینجور جاها دید و عجیب و زیادم دید. ما الان مجموعاً 4 شبی که در حال اومدن و وارد شدن و شکستن و خط و گرفتن موازی و الان میریم تا این چند شب مطالب جالبی که دیدیم برای مطالب زیاده، معجزات عرض کردم، معجزات اونقدر زیاده که دیگه نمیشه تک تکشو بیان کرد. یه جایی جلسه بود، کلیه فرمانده ها بودن، خیلی از بچه ها خونپاره اومد اونجا و خوشبختانه عمل نگه. یکی از معجزاتی که میشه نام برد اینه. یا با توجه به اینکه مسیر معبرمون تنگ بود و کوچیک بود، خمپاره هایی که شدت آتشی که دشمن داشت خوشبختانه نیروها حرکت میکردن، یکی هم یک قطره خون از دماغ کسی پایین نمیومد. اینا از معجزاتیه که ما به چشم دیدیم و ملاحظه کردیم. شما بسیجی هستین؟ بسیجی هستیم، بله. اهل کدوم شهری؟ اهل لاهیجان. لاهیجان هستین؟ بله. لاهیجان کارتون چیه؟ فرهنگی هستم، معلم. فرهنگی هستم، معلم. چی شو تشریف آوردین جبهه؟ تکلیفی بر دوش هر امت اسلامی هست، ملت مسلمانی هست، باید بنا به فرموده امام گفت تمام درس و نمیدونم مغش و کار و زندگی از فروه دینم بالاتر جنگیدن. ما ول کردیم درس مغش رو اومدیم، یعنی کار معلمی رو اومدیم که ادای تکلیف بکنیم. سلام علیکم.
خدا قوت بده. شما خسته نباشید. بچه داره استفاده سلام علیکم بدر جان. سلام مال شما خوبه؟ قربان شما برم باشید. زنده باشید. چطوری؟ الحمدلله برکات. بفرمایید بشین. بله. الحمدلله مرام باشید. الان شما تو خطی؟ بله الان تو خطی من اینجا. اینجا هم خطه. بله. بله بله. خب برادر تجمع نکنید برای. برادر تجمع نکن. من الان میادم اونجا. برادر الان برام پایین. تجمع نکن. بله بله بله. شما بشین برادر. بله. برادر جان. بله. چی شد که شما اومدین با این جوان‌ترا تو خط؟ خب ما باید روحیه بیدیم برادران بودیم ما که خوب کمک اینا هستیم باید با اینا کمک کنیم ما اگر نیاییم اینجا که اسلام می نداریم خدایی نداریم ما برای خدا و دین و پیغمبر و رهبرمون آمدیم اینجا اگر ما نیاییم اینجا که چی بشه خوب ما تا صدام را سرنگون نکنیم دستبردارم نیستیم از این جنگ ما اهل مشهدیم و بچه چنارون هم هستم در مدخل جزیره بواریان در لابلای نخلستان‌ها و قرارگاه‌های تسخیر شده در وجود مجاهدان سبیل الله سرنوشت مختوم و قریب الوقوع کره زمین به رأی العین ظاهر بود فرمانده محور با یقینی کامل سخن از امدادهای غیبی می گفت و طلبه همراه او شیرین‌ترین لحظات جوانی خود را در جبهه یافته بود و آن پیر مرد مشهدی پیام می داد به خانواده‌ام سلام می‌رسانم و می‌گویم اگر من شهید شدم اسلحه‌ام را بر زمین نگذارید دیگر چه کسی می‌تواند این مؤمنین را از راه حقی که در پیش گرفتند باز دارد شبی که تو خط بودین خودتون نیروهاتون باز میخوام بعد جمع نشیم اینجا خوام برای بعد جمع نشم خواهش میکنم جمع نشیم وضعیت خط الحمدلله رب العالمین خوبه و دشمن با به فرار گذاشته منطقه هم الحمدلله رب العالمین سقوط کرده و همینطور که تا به حال حضن زهرا کمک کرده بازم کمک بچه ها کرده و این منطقه به یه عظمتو که پر دشمن بخش مسئله بود واقعا خدا کمکمون کرد و الحمدلله بچه ها گرفتن انشاءالله بعدنش هم خدا کمک میکنم در حفظش هستم بردنشون خدا خیلی مسئله کرد سلام آجا بچه ها خوبه؟ بچه ها اینجا بله؟ چی شد با بچه ها نشید؟ دیگه ما هم وظیفه اومدیم انجام بدیم با برادران در کنار برادران برادران جمع داشت میان اینا زیاد میان خیلی خوب الحمدلله با اینکه ما پریشب عملیات کردیم در این حال بچه ها مقاوم ایستادن و حتی دیرهاشون میشه که چرا عملیات ادامه پیدا نمیکنه یعنی ماها رو نمیبرن البته عملیات ادامه داره و گردان های دیگه هم میرن بچه ها کاملا آمادن تا پیروزی نهایی انشالله آجا ما این کلو کنار بچه رزمنده هستیم چه احساسی داریم؟ بسیار احساس خوشی و سرور میکنم باعث افتخار برای من که لحظات شیرین زندگیم رو جوانیم رو در کنار این برادران میگذرونم و شاید بدون اغراق بهترین لحظات عمرم باشه که در کنار این برادران هستم خدا خیرتون خواهش میکنم برای برادرهای طلبه دیگه که الان مشغول درس خوندن هستن چه صحبتی داری؟ عرض من خدمت این برادران اینه که به هر حال اونهایی که تا به حال نیومدن یا کمتر اومدن حتی امکان بیان و ببینن که زیبایی هایی که در اینجا وجود داره در هیچ جا وجود نداره اون معنویات، روحیات، اون چی که انسان از خدا میخواد در جاهای دیگه پیدا بکنه یا از استدلال و چیزهای دیگه میخواد پیدا بکنه در اینجا به عینه میبینه که این بچه ها واقعا چی کار میکنن، چطور برخورد میکنن و اون عظمت خداوند رو در جلوی خودشون مشاهده میکنن ما همین پریشب که با گردان خودمون در به اصطلاح عملیات بودیم و تا به همینجا ما اومدیم ما دیدیم که این برادرها در حالی که تیرهای به اصطلاح مستقیم با روی سر برادرها بود و
خمپاره و نمیدونم همه تجهیزات دشمن با اون فراوانی که داشت به سر برادر بود، در این حال با روحیه کاملا بالا تا آخرین لحظه که به اصطلاح اون حد نهایی بود اومدن، حتی آماده بودن که جلوتر برن که دیگه بنا به دستور در همین جا پدافند کردن. خدا خیرت بده. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. موفق باشید. ما یک پدر پسر هستیم. تا قطره خون ما اینجا می‌جنگیم. ان شاء الله سلامت باشه امام ما. همین جای با خودمه. پوشش همین نزدیکا صداش می‌زنه. نه اونجای اون اونجا پدافنده. پدافند داره می‌کنه. بله. اهل کجایی؟ مشهد. مشهدی؟ خود مشهد روزه باش. نه خیر مشهدیم. خانم هم به حساب افته شهری بره. بله. چی شد با پسرتون اومد این جبهه؟ ما جان و فدای امام میکنیم. سه تا پسر دیگه هم نه. چهار تا پسر دیگه هم داریم. اونا رو هم به حساب با خودم میارم. بخواد تا قطره خون ما میجنگیم. خدا خیرتون بده انشاءالله. سلام. چی باعث میشه که شما تشریف بیارین جبهه؟ باعث به خاطر خدا، به خاطر اسلام، به خاطر امام. بله. خدا خیرتون. اگه حرف دیگه ای داریم بفرمایید. فقط خانواده ما بچه ها مر سلام میرسونم. میگم بعد اگر ما شهید شدیم بعد از ما اسلحه ما رو سنگر ما رو خالی نگذره. ان شاء الله پیروز بشین و خودتونم سلامت بمونید. هنوز که با پسرم دو تای ما میجنگیم. خدا خیرتون. رضا لحظه به لحظه به میقات و میعاد خیش نزدیک و نزدیکتر میشد. همان میقات و میعادی که در پیمان ازلیش با خدا وجود داشت. بچه های جهاد کار خود را تمام کرده بودند و دستگاه ها را به یک محور دیگر منتقل می کردند و ما هرگز نمی دانستیم که چه در انتظار ماست. شاید رضا می دانست که آن همه برای رسیدن به جزیره باوریان اشتیاق داشت. او به دنیا آمده بود تا 23 سال عمر خیش را برای رسیدن به این وعدگاه ذخیره کند. از این بالا میتونیم برین؟ اولین مرزان اینجا واسطه هم میتونیم شمرسیم. از اینجا بریم بالا؟ پیشت سمت را میرسیم به انتهای باوریان؟ نمیتونیم برین؟ اجاکی با اونجایی مرزان را کار میکنم؟ مرزان را همیجا دارم کار میکنم. حالا داره میاد. خیلی مشکلی. حاشیه غربی نخلستان‌های جزیره باوریان نقطه‌ای هست که در آنجا رضا با سید الشهدا علیه السلام وعده ملاقات دارد. آنجا کربلای اوست. از همان نقطه است که رضا همه آن 1350 سال را به طرفت عینی طی می‌کند و در عاشورای سال 61 هجری قمری در صحرای کربلا حضور می‌یابد و در رکاب ابا عبدالله الحسین شهید می شود. همه شهدا این چنینند.
رضا صدا بردار بود و در همه عملیات ها حضور داشت. هرچند اگر میخواست به جبهه نرود، جواز شرعیش را در اختیار داشت، آنگونه که حتی گناهی هم متوجه او نگردد. از کودکی مینیسک یکی از پاهایش پاره شده بود و پزشک ها او را از رفتن به جبهه منع میکردند. عقل او را منع میکرد، اما عشق او را باز میکشید. بیماری پاهایش که میتوانست بهانه باشد، قفس شده بود، قفسی که او را از پرواز باز میداشت. اما رضا تاب نیاورد، قفس را هم برداشت و با خود برد. وقتی بیاد می آورم در عملیات بدر، لحظاتی را که در برابر تیر مستقیم دشمن، رضا و مصطفی و اکبر چگونه با خیزهای بلند به نوبت می دویدند و به یک بار خود را به زمین می انداختند و صبر می کردند تا دیگری برسد و این گونه از تیر رس دشمن دور می شدند، در می یابم که چگونه رضا لیاقت دیدار یافته است و ما نیافتیم. پای او بال شکستهی بود که می خواست او را از پرواز باز دارد، اما دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد. رضا از آسمان اول هم گذشت و به معراج رفت. مادرش خیلی خوب او را می شناخت و می گفت می دونین که رضا مریض هم بود. با اون ناراحتی پا که داشت، ما مرتب وقتی می رفتیم دکتر می بردیمش، دکتر می گفت این اصلا براش رفتن به جبهه، رفتن تو سنگر جای نمناک مناسب نیست. این پاهاش نباید جمع بشه، زیاد نباید حرکت بکنه، زیاد نباید بدو راه بره، ولی عشق به وطن، عشق به امام. که او واقعا عشق می‌ورزید به امام، تمام وجودش پر بود از عشق به امام، این مطلب رو قبول نمی‌کرد و در اکثر عملیات در جبهه حضور داشت. در یکی از عملیات ها نرفته بود، اینم به خاطر این بود که دکتر دستور داده بود که در بیمارستان بستری باشه تا نوبت عمل بهش برسه. این وقتی که من باش برخورد کردم، به وضوح اشکاشو دیدم. دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد. رضا از آسمان اول هم گذشت و به معراج رفت. مرتب از خدا و در دعاهای دستش هم شهادت رو طلب میکرد. درباره حجاب خیلی سفارش میکرد. واقعا اگه تو خیابون میدید خانومی را که حجابش کامل نیست، رنگ از رخش میپرید. انقدر ناراحت و عصبی میشد. میگفتم ماما جان، شما که نمیتونید در این دوره همه رو یک جا درستشون کنید. گفت مامان شما نمیدونی اینها نفهمیدن زندگی رو، نفهمیدن جبهه رو. باید بریم ببینیم در جبهه این شهدا چجوری خون میدن، چرا باید که اینها انقدر غافل باشن. و این مسائل بسیار او رو رنگ میداد، اما لحظه ای هم از یاد خدا غافل نبود. من نمیدونم، هیچ وقت ندیدم بدون وضو باشه. هیچ وقت من ندیدم که رضا وضو نداشته باشه و یا نمازی رو که میخوند با همون پای ناراحتی که داشت سر وقت و چقدر با خلوص، با تواضع و واقعا طوری نمازی میخوند که من که مادرش بودم گاهی اوقات نمیذاشتم اون متوجه بشه. از خلوصی که داشت واقعا اشکم جاری میشد و میگفتم ما چقدر غافلیم و هنوز خودمون نتونستیم بفهمیم که این بچه ها چی میگن و چی میخوان و چگونه عمل میکنن. آخرین تصویری که از رضا در خاطره ناقص دوربین
باقی مانده است. همین تصویری است که او را در برابر مدخل جزیره بوارین و پمپ هایی که آب رودخانه را به داخل مواضع ما می فرستادند نشان می دهد. از این طرف می دهد اون طرف. آره داری از این طرف می دهد از کانال می رهد توی محور عملیاتی. اون بچه هم دارن رو پلش رد می شه. رضا صدا بردار بود و چون شهید شد تصویرها همچون پیکری بیروح یک بار سکوت کردند. اما نه، اینجا جای سکوت نیست. پیام رضا پیام مقاومت است. او شهید شد تا به ما بیاموزد که در برابر ظلم به هیچ قیمتی نباید سکوت کرد و این راهی است که اگر همه ما هم شهید آن شویم می‌ارزد. بگذریم از آن که خداوند نیز جز خوبان را برای لقاء خیش بر نمی‌گزیند. الله اکبر! جانم فدای رهبر! خسته نباشین برادر، خدا خیرتون بده. شما خسته نباشین. دست یه دونه ببر اونجا، ببر اونجا، اون طرف جاده اونجا. بیا گلوله رو حسن نباشی برای در خدا قوت. این نفرات بفرستن چند تا آرپی جیزن به اینجا RPG RPG کجا؟ نای لخلا، نای لخلا. یا مهدی ادرک دی باشید، 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 باشید،
رضا اکنون بر زمان و مکان احاطه دارد و شاهد است که چگونه صدها هزار رضای دیگر در کربلای ما و در کربلاهای دیگر برای خدا قیام کردند. در حاشیه غربی نخلستان‌های جزیره بواریه ده‌ها رضای دیگر راه او را ادامه می‌دادند. سلام علیک یا ابا عبدالله. بار دیگر سخنان آن خواهر شهید در روز اعزام چهارمین کاروان از سپاهیان محمد در خاطرم زنده شد که می گفت برگردید این جانمازه رو مادرها خواهرای شهدا جمع شدن برای شما دوختن، جانماز از ما، تربتم از امام حسین. برید ایشالله با فتح و پیروزی برگردید. خداوند با شماست برادر من. انشاءالله شما پیش شما پشتر شما میریم به کربلای معلا. این کسایی که چش دوختن ضعیفی ما رو ببینن، آرزوی پریشانی این امت شهید پرورد به دل ریگان خواهد موند. انشاءالله بعد صدام نوبت اسرائیل با همین دلای شکستمون، با این مشتای گره شدمون میزنیم تو دهن اسرائیل، قدسم آزاد میکنیم. صدام بدون از طرف از بمبارون نمیترسیم. از اگه 5 تا شهیدم بدیم، حتی خودمون، شوهرمون، تمامون شد چیم نمیترسیم که. ما با دست خودمون زحمت کشتیم، بچه بزرگ کردیم، با دست خودمونم کفن گردنش کردیم که بفرستادیم. این صدام بدونه که سازشمون نخواد داریم. سازش بر مسلمین ننگه. تا زمانی که انشاءالله این رزمنده ها به یاری خدا با انشاءالله امدادهای غیبی به قدس پیش برن، ما حاضریم اینجا اگه شده خانواده های شهدا این تجهیزایی که تهیه کردن همشون با اندک هنوز به دریا نرسیده، انشاءالله به یاری خدا همون جور که شما از جونتون مایه میذارین این ملت شهید پرورم انشاءالله از مالشون، از جونشون مایه میذارن. انشاءالله شما به پیش و من پشت سر به کربلا. ما هیچ آرزوی نداریم، فقط فتح کربلا رو میخوایم. جان ماز از ما مهر کربلا انشاءالله. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. باشید با هم متحد یاران و انصار حسین، رو سوی عرض کربلا آرید زوار حسین. هستید جمله آرزومندان دیدار حسین، هستید جمله عارفان و عاشقان. آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان بی امان آماده باش، آماده باش. ای لشکر